استحقاق حق خودشون یا برای رهایی از ستمی که در حق اونها در خانواده ها روا داشته میشه، اونها ناگزیر، ناچار، از سر استیصال یا ناآگاهی یا شرایطی که در اون قرار میگیرن و راه چاره ای رو نمیتونن دست پیدا بکنن بهش، مرتکب اعمالی میشن که فرد قربانی، یعنی زن قربانی در نبود حق حقوق انسانی رو بار دیگه به قربانگاه دیگر میبره و اون رو در نقش یک قربانی دیگه در زندان ها پای چوبی دار یا حبس های سنگین میشونه. کودک همسری هم از این قبیل در واقع تضییع حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران هست، به این معنی که من تجربه های زیادی رو داشتم، ولی یکیش دقیقا این بود که یه کودک 12-13 ساله که من توی سلول توی قرنطینه زندان باشه آشنا شدم، صدای گریهش رو از سلول بغل دستی میشنیدم چون میترسید از سلول. بعد که توی بند اومدیم متوجه شدم که در واقع به دلیل همین کودک بودنش با پسر همسایه رفته بودن توی خونه و ارتباط داشتن و خانواده متوجه شده بودن، مسئله به شکایت کشی مطرح شده بود و هم دختر هم پسر رو به زندان آورده بودن، دختر 12 ساله رو بودن توی بند عمومی و نهایتا این که راهکاری که توسط در واقع نهادهای حکومت، حالا قوه قضاییه، زندان یا محلی که شکایت برده بودن، به اینجا ختم شد که این دو رو به عقد همدیگه در بیارید تا مسئله حل بشه. ببین میخوام بگم که کودک همسری درسته که خیلی وقتها ناشی از فقر گسترده ای هست که توی جامعه وجود داره و خانواده ها نمیتونن دخترانشون رو بزرگ بکنن، یا ناشی از ناآگاهی اونها هست، ولی بعضی وقتها در واقع ما نقش ردپای حکومت و نهادهای حکومت رو در به وجود اومدن این نوع عقدها و زندگی ها میبینیم، یعنی چیزی که به راحتی با مسئله در واقع مراجعه به یک روانشناس یا مسئله مراجعه به یک مددکار میتونه حل و فصل بشه، گویی اینکه به هر حال رابطه بین دو تا کودک به وجود اومده، به دلیل مسئله بی‌آبرویی، شکایت، مسئله دادگاه اونها رو راهنمایی میکنن که اینها رو به عقد هم در بیارن، که خب واقعا مسئله ناآگاهی در میان بعضی از خانواده ها در این اقشار منجر به مسئله کودک همسری میشه، که این رو هم میبایستی در کنار بقیه دلایل برای کودک همسری گذاشت و این رو کرد و این نگاه رو از سوی در واقع نهادهای جمهوری اسلامی ایران نسبت به مسئله ازدواج کودکان رو میشه در واقع به بحث و بررسی گذاشت. سلام، من آتنا دائمی هستم. 8 مارس رو به همه زنان سراسر جهان تبریک میگم، خصوصا ایران و زنان افغان که سالیان طولانی است برای احقاق حقوقشون، برای دستیابی به حقوق برابر در حال مبارزه هستن. خواستم تا این ویدیو به عنوان کسی که تقریبا یک سال و نیم در زندان‌های عمومی زندان‌های جمهوری اسلامی بودم شهادت بدم که توی زندان با معضلی به نام کودک همسری مواجه بودم، که اغلب زندانیانی که در این زندان‌ها می‌دیدم از این معضل رنج می‌بردن و قربانی این جریان کودک همسری بودن. اکثرا متهم و محکوم به همسرکشی بودن، اکثرا به حال خود رها شده بودن، نه جامعه اونها رو میپذیرفت، نه خانواده هاشون اونها رو میپذیرفتن و نه حتی زندان اونها رو میپذیرفت. زندان تا میتونست از اونها بهره کشی اقتصادی میکرد، اما برای پیگیری حقوقشون به هیچ عنوان همکاری نمیکرد و این زنان نه تنها آسیب شناسی نمیشدن، بلکه به معضلاتشون پرداخته نمیشد، بلکه اگر هم میتونستن با هزار مصیبت رضایت میگرفتن، دیه‌ای پرداخت میکردن و آزاد میشدن، باز هم به حال خود رها میشدن توی جامعه‌ای که براشون پر از دام بود. اکثر اینها چون قربانی کودک همسری بودن، با وجود سن کمی که داشتن خودشون فرزندان بزرگ داشتن که اون فرزندان هم توی این منجلاب دست و پا میزدن، اونها هم به حال خود رها میشدن و توی این جریانات نه کسی به داد اونها میرسید، نه اونها روانشناسی میشدن، نه آسیب شناسی میشدن و اونها هم حالا معلوم نیست در سالیان آینده کارشون به کجا میرسه.
همونطور که میدونیم خب به خاطر مشکلاتی که داخل ایران داریم، مخصوصا مسئله اقتصادی که الان هست، خصوصا در حال حاضر خیلی از خانواده ها خصوصا در شهرستان ها به خاطر فقر اقتصادی فرزندانشون رو مجبور میکنه در ازای پاداش هایی که حکومت برای ازدواج برای بچه دار شدن در نظر گرفته، فرزندانشون رو مجبور میکنن که به این ازدواج ها تن بدن که اغلب اصلا آمادگی گردوندن یک زندگی ساده رو هم ندارن. خیلی هاشون دلشون میخواد که به تحصیلاتشون ادامه بدن ولی این فرصت از اونها گرفته میشه و خب به معضلاتی برمیخورن که ما در زندان شاهد اونها بودیم. همونطور که قبلا هم گفتم، جامعه وقتی که با مواردی مثل کشته شدن یک زن مواجه میشه شاید کمی به این موضوع فکر بکنه که این چه معضل بزرگیه، اما ما در داخل زندان با تک تک زندانیا از هر جرائمی که بودن وقتی باهاشون مواجه میشدیم تهش میدیدیم که به خاطر کودک همسری هست که به اینجا رسیدن، حالا یا مرتکب قتل شدن یا حتی مواردی بود که برای مثال همسرشون مثلا رفته بود با زن برادر اون شخص، اون خانوم پیوند دوستی برقرار کرد و اون زن از سر عصبانیت همسر خودش رو به قتل رسونده بود، یا مواردی که زن از زندگی راضی نیست، اجازه طلاق نداره، خانواده طردش میکنه و خب از اون زندگی به هیچ عنوان رضایت نداره و میره با کس دیگه ارتباط برقرار میکنه و بعدها اون شخص دوم تصمیم میگیره که شخص اول رو به قتل برسونه و باز هم زن این وسط قربانیه. همونطور که میدونیم برای همه این زنان حکم قصاص صادر میشه، بعضن حکم رجم یا همون سنگسار بابت اتهام زنا که هیچ کدوم از اینها تجربه ثابت کرده، همین تاریخ این 10 سال اخیر رو حداقل بخوایم مطالعه بکنیم اینه که هیچ کدوم این مجازات ها بازدارنده نبوده. با وجود اجرا شدن زیاد این مجازات ها همچنان ما شاهد ورودی های بسیار زیاد زنان به زندان ها هستیم. من خواستم تا این ویدیو فقط شهادت بدم که این موزل هست، این موزل وجود داره، این موزل خیلی داره آسیب میزنه و تمام نمونه هایی که ما در جریانش هستیم و دیدیم همه کسانی هستن که از 20 سال پیش تقریبا به این ازدواج ها تن دادن. حالا باید در نظر بگیریم که توی این 20 سال کسانی که به این ازدواج ها تن دادن در آینده به چه روزی خواهند افتاد. خواهشم اینه که جامعه شناسان، روان شناسان به این مسئله بیشتر بپردازن تا حداقل بتونیم با آگاهی سازی، با نقشی که میتونیم ایفا بکنیم، جلوی اینجور وقایع رو بگیریم. ورود به بند عمومی زندان سپیدار اهواز، بوی تعفن شدید و آزاردهنده از دستشویی که درست ابتدای بند قرار داره و گندابی که جلوی دستشویی درست شده به خاطر شیب زمین اونجا و سر و صدای قابلمه هایی که تو روشوری همون دستشویی فقط با 2 تا شیر آب کم فشار شسته میشن، یه تصویری از آخر دنیا به تازه وارد میده. کنجکاوی و صراحتی که اکثر زنان زندانه در بندهای عمومی دارن خیلی زود فضای اعتماد و گفتگو رو به وجود میاره. به تفکیک جرائم بعد از قاچاق جزء مواد مخدر، مثلا 300 گرم 400 گرم شیشه که به خاطر حبس‌های طولانی هم متحمل میشن، قتل و به طور اخص شوهرکشی بیشترین علت زندانی زنان در زندان سپیدار اهواز بود. بسیار عادی و بسیار معمول باش برخورد می شود، اونقدر زیاد که خورده ترسناک به نظر می رسید برای تازه واردها. روز سوم چهارمی که اونجا بودم، یک خانومی که به تازگی همسر و برادر همسرش رو کشته بود خیلی راحت و با امنیت خاطری زیر آفتاب نشسته بود و ابروهاش رو بر می داشت. انگار یه امنیت و آسایشی رو درش می دیدی که شاید قبلا تجربه نکرده بود. آواز می خوند و ابرو بر می داشت بعد از یک هفته بعد از قتلی که انجام داده بود. یا چند روز بعدش یه دختر خیلی خیلی جوونی که همسرش رو کشته بود تو حیات می خندید و می گفت اذیت هم می کرد کشتمش، به دولت چه ربطی داره؟ اون موقعی که من اذیت می شدم دولت کجا بود؟ پای صحبتاشون که میشستی سرگذشت و اغلب تکراری و مشابه هم بود. کودک همسری، ازدواج های اجباری و خشونت خانگی بیشترین علت هایی بود که زنان رو به قتل همسر رسونده بود، به علاوه این که ماجراهای عشقی و دلایل دیگه هم وجود داشت.
برای زنانی که خب به خاطر خشونت خانگی یا اجبار به زندگی مشترک و عدم انتخاب، حق انتخاب در برای شریک زندگیشون، همیشه در یک شرایط بحرانی زندگی میکردن و هیچ سیستم حمایتی قضایی و اجتماعی وجود نداشت که از اینا حمایت بکنه، خانه امنی وجود نداشت و نداره براشون، قصد به عنوان یک امکان برای خلاصی از وضعیت پیش پای اینا قرار میگیره، نه برای راه حل، نه برای رهایی، برای اینکه از اون وضعیت آزاردهندهی که درشون هستن خلاص بشن. و اینجاست که اون خشونتی باز تولید میشه که منشأش خانواده نیست، منشأش از جایی بسیار فراتر از خانواده، از جایی که با پروپاگاندا و حمایت‌های دولتی باز تولید میشه، فرهنگ سازی میشه و میاد و به خانواده میرسه با بازگذاشتن قوانین برای مردها منجر به زنکشی میشه و از اون سمت با به سطوح آوردن زنها اونها رو وادار به بازتولید خشونتی میکنه که متحمل شدن. شروع میکنم که خیلی برای من پررنگ بود. در واقع دختری توی زندان قرچک بود که 19 سالگیش رو اصلا توی زندان جشن گرفت. یعنی این یک ماه بعد از 18 سالگیش وارد زندان میشه و اون موقعی که در واقع من اونجا حضور داشتم 19 سالش که شد موقعش تولد گرفت. این دختر در سن 16-17 سالگی در واقع به صیغه یک پسر در میاد و در واقع در خانواده که فکر میکنم که اگر درست بگم خاطرم باشه بچه طلاق بود و در سنش 16 خورده‌ای سالش به صیغه یک پسری در میاد که 10 سال ازش بزرگتر و اتفاقی که میفته اینه که چیز میشه این پسر، این همسر در واقع این دختری که من دارم ازش یاد میکنم، این زنی که دارم ازش یاد میکنم، یعنی این کلمات رو هم آدم نمیاد چطوری به کار ببره، دختر یا زن، به واسطه یه بچگی و در واقع کودکی و یعنی به هم ریختن آستانه زنانگی و کودکی، در واقع همسرش اون رو مجبور میکنه که کنار خودش یک رابطه جنسی رو با یک نفر دیگه داشته باشه و در واقع میخواد از اون یک سیکس ورکر بسازه که بعدها در واقع قصد داره که این در واقع همسرش رو، این زن رو در واقع مجبور بکنه به هندل کردن روابط های جنسی بقیه که در واقع توی جامعه خواهانش هستن. یعنی یک جوری انگار نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم، ولی این کار رو میکنه که خود در واقع این زن رو اول مرحله این در بیاره که خودش سیکس ورکر باشه برای اینکه دیگه در واقع بره مرحله بعدی که در واقع دخترهای دیگه رو در واقع قرارهاشون رو هندل بکنن برای اینکه شبی رو مثلا با یک مرد دیگه بگذارنن و پولی به دریافت کنن. این بود که برای من خیلی در واقع پررنگ بود و این کسی که دارم ازش حرف میزنم خیلی در واقع این همسرش رو دوست داشت و فکر میکرد که هنوز عاشقشه و در واقع کاری عجیبی نکرده. منتها من وقتی گوش میدادم میدم که از همون تجربهی که مجبورش کرده که در واقع با یه نفر دیگه بخوابه در ازای پول خیلی اذیت شده و بعدها در واقع شغلش این شده که با کمک همون شوهرش یه در واقع مناسباتی رو، یه سری چیزهایی رو ساختن که بتونن برای روابط جنسی در واقع آقایونی که در واقع خواهان در واقع خوابیدن با سکس ورکرها هستن رو بتونن در واقع هندل بکنن به دقیقا کلمه که خودشون بکار میکنن. مورد دیگه که من خاطرم هست یه دختر دیگه بود که در سن کودکی فکر میکنم 14-15 سالگی ازدواج کرده بود و این ازدواج اجباری بوده و دختر خیلی در واقع
ناراحت بوده، عصبانی بوده و روحیه انتقام گرفتن همیشه از همون تو ذهنش بوده و خواهش می‌کرد اون زمانی که من در واقع میتونستم کودکی کنم و میخواستم مثلا من فیلم ورزش تکواندو رو دوست داشتم ادامه بدم، مجبور شدم که با یکی که دوستش ندارم ازدواج بکنم و این بعدها در واقع در گذران زندگی باعث میشه که به چیز بیانجامه، به یک قطع بیانجامه و این در واقع نفر در واقع با یک نفر دیگه آشنا میشه و اونجا در واقع اون نفر دوم همسر در واقع دختر رو میکشه، زن رو میکشه و این باعث میشه که دوباره اون لوپ ظلم و در واقع ستم تکرار بشه با اینکه خودش قصدی نداشته در اون در واقع در طراحی اون قطع، اما براش معاونت در قطع میزنن. مواردهای دیگه هم بوده، مثلا اعتیاد، تجربه اعتیاد رو داشتن و وقتی در سن کودکی ازدواج میکنه و ازدواج اجباری میکنه همسر که در واقع معتاد بوده اینها با هم تجربه اعتیاد رو تجربه میکنن و به جایی میرسن که دست به سرقت میزنن و حالا خیلی موارد دیگه. اون چیزی که من میتونم در واقع کاری که میتونم بکنم فقط اینه که شهادت بدم که این موارد زیاد بوده و کودک همسری چقدر در واقع معضلات زیادی رو در جامعه داره به وجود میاره، علاوه اینکه خودش معضل بسیار بزرگیه و این از این جهت امسال مهمه که در واقع کافشاری بر افزایش جمعیت و ازدواج زود هنگام از طرف ایدئولوژی حکومتی داره زیاد میشه و انگار یک جوری داره تشویق میشه و از طرف دیگه ما اواخر در واقع شاهد قتل‌های ناموسی بودیم که بسیار در واقع دردناک بوده و من هم به سهم خودم گفتم که این رو شهادت بدم و در واقع در این مورد به فکر کنیم و بهش در واقع فکر کنیم و اگر میتونیم کاری انجام بدیم. در بند زنان زندان عادل‌آباد بیشتر از 300 زندانی با جرم عادی حضور دارند که اکثریت اونها اتهاماتشون مرتبط با جرم مواد، سرقت و قتل. متاسفانه در همین 16 اسفند جاری قراره که یکی از زندانیان اون بند حکم قصاصش اجرا بشه. و توی فرصت اندکی که داشتم تا با هم بندیام بتونم دوستی داشته باشیم، با هم حرف بزنیم و سرگذشت هامون رو به اشتراک بگذاریم، متوجه نکات دردناکی بین حرفاشون شدم. مثلا من با 10-11 نفر از زندانی های قتلی صحبت کردم و از بین اونها به جز 2 نفر همگی متهم به کشتن شوهراشون بودن و مرتکب شوهرکشی شده بودن. یکی از زندانی ها میگفت در 13 سالگی اون رو به عقد پسرعمش در آورده بودن به این دلیل که از موقع تولد اسمشون رو روی هم گذاشته بودن. خب اون بدون اینکه علاقه ای داشته باشه یا آمادگی داشته باشه ازدواج کرده بود، بعد از اون خیلی زود بچه دار شده بود، زندگی که بدون علاقه با سختی و رنج سپری میشد همراه با فقر و علاوه بر اینها شوهرش اعتیاد هم داشت و خشونت زیادی رو بهش تحمیل میکرد. خب اون این وسط حتی راه فرار یا راه نجاتی هم نداشت، حق طلاق هم نداشت که بتونه با سهولت بیشتری جدا بشه و از این زندگی خارج بشه. وقتی که صحبت میکرد میگفتش تحت فشار اعتراف داده و میگفت شوهرش خودش معتاد بوده و اووردوز کرده. امید داشت که در مراحل بعدی قضایی حکم اعدامش بشکنه و بیشتر از اون امید داشت که به این دلیل که شاکیش در اصل عمش بود، امید داشت که اگر اتفاقی افتاد از قصاصش بگذره. یه زندانی دیگه میگفتش که از 12 سالگی در واقع به عنوان خونبس به پسر عموش داده بودنش و اون هم خیلی زود بچه دار شده بود. تعریف میکرد که از موقع بارداریش ویار شوهرش رو کرده بود و نمیتونست تحمل بکنه که شوهرش بهش نزدیک بشه، ویاری که باقی مونده بود باهاش.
زبونش نمیچرخید که بگه شوهرش رو دوست نداشت و به عنوان خونبست به شوهرش داده بودنش. خب تعریف میکرد که وقتی شوهرش میرفت سر کار، این میرفته با دخترهای همسرشون بازی میکردن. خب اونم خیلی رنج تحمل کرده بود توی اون زندگی و فرار کرده بود، تونسته بود فرار بکنه از خونه و بعد از فرارش آسیب‌های اجتماعی خیلی زیادی رو باهاشون دست به گریبان شده بود، درگیر اعتیاد بود، برای اینکه بتونه زندگیش رو بگذرونه سرقت میکرد، مدتی رو مجبور شده بود که کارگری جنسی بکنه و حالا مدت‌ها بود که در زندان بود یا در حال رفت آمد به زندان زندگیش سپری می‌شد. من خیلی زود متوجه شدم که یه سوالی اساسیه که به صورت مشترک باید با همبندیام که باشون صحبت می‌کنم ازشون بپرسم. اول صحبتمون ازشون می‌پرسیدم شما اولین پریودت رو خونه شوهرتون شده یا خونه پدرتون؟ و خیلیشون جوابشون این بود که اولین پریودشون رو خونه شوهرشون تجربه کردن، یعنی حتی قبل از این که بلوغ جنسیشون به لحاظ بیولوژی کامل بشه اینها رو به خونه شوهر داده بودن. خب توی سالهای اخیر آنچه که در خبرها آمده و رسانه‌ای شده، یکی از سرنوشت‌های کودک همسریه که به قتل زن و به زنکشی انجامیده. سرنوشت‌های دیگرش کمتر در رسانه‌ها مطرح شده و خبری شده. من فکر می‌کنم این سرنوشت‌های دیگر رو بیشتر میشه توی زندان‌ها جستجو کرد. زنانی که تداوم زندگیشون در وضعیتی که نخواستن، در وضعیتی که با اجبار بوده و از کودکی درگیرش شدن به خاطر کودک همسری اجباری، در واقع زندگیشون با تباهی گره خورده و داغ مجرم به اونها خورده یا دستانشون آلوده شده به قتل و قصاص در موردشون اجرا میشه و یا ادامه زندگیشون رو اغلب در زندان ها میگذرونن. اینها سرنوشت های دیگه کودک همسریه که توی رسانه ها کمتر تا این سال ازش صحبت شد. یکی از قوانینی که زمینه سازه بسیاری مسائل که به مستقیم بخشی از جامعه زنان و به تبع اون بقیه جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، قانون سن ازدواج در ایرانه. قانونی که به والدین اجازه میده دختران خودشون رو در سنین پایین، گاه حتی زیر 13 سال مجبور به ازدواج بکنن. قانونی که تاثیرات سوء اون رو بر زندگی دخترانی که قربانی اون شدن به شخصه در زندان قرچک برامین مشاهده کردم. دخترانی که اغلب به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر فرهنگی خانواده